نتیجه متن این مکاتبات به سادگی قابل دستیابی است. در بسیاری کشورها شرکت اطلاعات تنها با مجوز خاص قانونی مجاز است. در نتیجه اگر قانون به دستگاه‌های اطلاعاتی اجازه سرکشی به این مکاتبات خصوصی را بدهد، کاربرانی که ایمیل‌هایشان را تحت پروتکل HTTP می‌فرستند، امنیتی ندارند. تصور کنید نامه خصوصی را در بسته به دست پستچی بدهید و در اداره پست ماموران اطلاعاتی نامه شما را باز کنند و متن آن را بخوانند. اما پروتکل دیگری هست با عنوان HTTPS که حرف S در انتهای آن مخفف کلمه انگلیسی سکیور است، به معنی امن. به گفته کارشناسان امنیت شبکه، ایمیل هایی که تحت این پروتکل فرستاده می شوند بین مبدأ و مقصد رمزنگاری می شوند. در نتیجه واسطه ها مانند شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت نمی توانند به متن این مکاتبات دسترسی پیدا کنند. شرکت جیمیل از جمله سرویس های ارائه دهنده ایمیل است که تمام مکاتبات را تحت این پروتکل رد و بدل می کند. محمد مهدیان، پژوهشگر ارشد شرکت یاهو، میگوید در پروتکل HTTPS از الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای رمزنگاری استفاده می‌شود و گشودن این رمزها عملاً امکان پذیر نیست. تعداد بارهایی که اشتباهی پیدا شده توشون توی سیستم ها خیلی خیلی کم هستش و معمولا اگه مشکلی هم پیدا بشه خیلی خیلی سریع همه جا فیکس هایی میفرستن و مشکل ها رو حل میکنن. به خاطر همین سیستم های اطلاعاتی و از جمله سیستم اطلاعاتی ایران نمیتونه در دراز مدت از یه همچین روش هایی استفاده کنه برای رمزگشایی ایمیل ها. به طور خلاصه به هنگام استفاده از سرویس ایمیل اگر در بالای صفحه مرورگر آدرس با کلمه HTTP شروع شده باشد، عبور و مرور رمزنگاری نمی شود و قابل دستیابی است. اما اگر آدرس با کلمه HTTPS شروع بشود، به این معنی است که مکاتبات ایمیلی کاربر از امنیت بالایی برخوردار است. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. بیننده برنامه روی خط هستید که در مورد دخالت و کنترل مکالمات شخصی شهروندان به خصوص ایمیل داریم صحبت میکنیم. امشب چون بحثمون از دو منظر قابل پیگیری بود به سراغ دو کارشناس رفتیم، یک کارشناس فنی اینترنت و یک حقوقدان. اول بریم سراغ امین ثابتی. امین ثابتی نویسنده وبلاگ ندای امروز و پژوهشگر و تحلیلگر وب فارسی است. امین ثابتی ساعتی پیش در یک گفتگوی تلفنی با من جای خود کاربرا به ایمنی ایمیلشون اشاره کرد و البته یادآوری کرده چطور کاربرا میتونن امتر به مکاتبات خودشون مشغول باشن. این گفتگو رو ببینید و بشنوید. اولین چیزی که در مورد ایمیل میتونیم بگیم، ایمیل خصوصترین ابزاریه که هر کاربر روی اینترنت داره. یعنی اگر شبکه‌های اجتماعی رو فرض کنیم، خصوصترین و سنتی در این بخش اینترنت برای هر کاربر ایمیله. بند اهمیتش از نظر حریم خصوصی و هر چیزی که فکر کنید خیلی بالاست، چون تمام امور اداری، کاری، شخصی و حتی اصل خانوادگی و خیلی چیزهای دیگه از طریق همین ایمیل رد و بدل میشه. ما باید خیلی در مورد ایمیل و پسوردی که داریم و امنیتش حساس باشیم. راه‌های مختلفی داره و اما چند مورد خیلی بدیه. یکی باید این که ویندوزمون همیشه به روز باشه یا هر معامل دیگه‌ای که داریم، ویندوز، لینوکس، مک. بعد مورد بعدش اینه که مرورگرمون به روز باشه و آنتی ویروسمون به روز باشه. اینا چیزای کلاسیکه. اما اگه بخوایم چیزای ریسه رو بگیم که اهمیت بیشتری داره و ممکن خیلی کاربر بهش دقت نکنه، اینه که وقتی یه ایمیل ناشناس از یه فردی که نمی‌شناسیم وارد ایمیلمون میشه، باید به هیچ عنوان اون ایمیل باز نکنیم. و یا ایمیلایی که نمی‌دونیم طرف کی هستش و یا یه پیوست داره یا یه اتچمنت داره رو به جمعان دانلود نکنیم. همچنین این لینک هایی که برامون مشکوکه در داخل متن ایمیل هست رو کلیک نکنیم، چون اینا باعث میشه که با کلیک برای اینا ممکنه که اطلاعات به راحتی به سرقت بره. برای همین این نکات خیلی نکات ریزیه که ممکنه که خیلی دقت نکنه ولی خیلی مهمه. به طور کلی تو ایران اگر دقت کنید دو تا سرویس خیلی استفاده میشه، یکی جیمیل، یکی هم یاهوه. ولی اگه بخوایم بین این دو تا انتخاب کنیم، ترجیحاً باید از جیمیل استفاده کنیم به خاطر پروتکل SSL که داره. میاد اطلاعات که توسط کاربر فرستاده میشه کدگذاری میکنه و تا زمانی که مقصد نرسه اون کدگذاری باز نمیشه و شکستن اون کدگذاری هم کار ساده ای نیست که بگن به قول دوستان بودن میگفتن ظرف 48 ساعت ما این کدگذاری شکل این چنین چیزی وجود نداره. اما بحث امشب ما غیر از مسائل